به نام خدا، با فصلی دیگه از مجموعه فرادرس زمینشناسی مهندسی در خدمتتون هستم. بنده آخوندان هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش ژئوتکنیک. بعد از اینکه در فصل اول توضیحات کلی دادیم و در فصل دوم اومدیم در مورد اثراتی که زمین میتونن و تاثیراتی که هم انسان هم طبیعت میتونه روی هم داشته باشن، منشأ سنگ‌ها، انواع فرآیندهای زمینشناسی، فرآیندهای درونی، فرآیندهای بیرونی توضیح دادیم، یه بخشی اشاره کردیم دوستان اگه تو فصل قبلی خاطرتون باشه در مورد مصالح زمینشناسی که گفتیم میتونه از تک سنگ ها ایجاد بشه زمین و پوسته، یا میتونه از کانی های مختلف تشکیل بشه. یه مقدار در مورد درصد ذرات و کانی ها و مواد و عناصری که توی پوسته زمین بودن با هم صحبت کردیم، آهن داشت، سیلیسیوم داشت، اکسیژن داشت و موارد دیگه. میخوایم یه مقدار خاص‌تر تو این فصل در مورد این موارد صحبت بکنیم، زمین رو بهتر بشناسیم. به عنوان زیر بخش اول در مورد کانی ها مستقیما بریم صحبت بکنیم. پوسته سخت و جامد زمین از سنگ ساخته شده. بررسی دقیق‌تر سنگ ها نشون میده که آنها نیز خود از قسمت های ساده تری به نام کانی تشکیل شدن. از سنگ ها که پوسته زمین رو ایجاد میکنن خودشون یه سری مواد متشکله دارن که اسمش کانیه. قسمت‌های ساده‌تر و کوچیک‌تر. بر طبق تعریف کانی‌ها مواد جامد طبیعی‌اند، غیرعالی‌اند، معمولاً متبلور هستن، همگن هستن و با ترکیب شیمیایی هستن که مختص خودشون. پس این شد خصوصیات کانی‌ها. با توجه به تعریف فوق معلوم میشه که اجسام متبلوری که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه درست میشن یا مواد متبلور طبیعی ولی عالی و همچنین مواد طبیعی مایع و گاز مانند آب و نفت از کانی محسوب نمیشه. پس تعریف خیلی مهمه. یک بار دیگه ببینیم. مواد جامد طبیعی، اولا که طبیعی باید باشن، مصنوع باشن نمیشه. غیر عالی هن، معمولا متبلورن، کانی غیر متبلور هم داریم، همگن و با ترکیب شیمیایی خاص و این مواردی که اینجا گفتیم کانی حساب نمیشه. نمونه های جامدی که تمام ویژگی های کانی رو داشته باشه ولی متبلور نباشن مانند اپال شبه کانی نامیده میشن، یعنی یه بخشی از ویژگی های کانی شناسی ها رو داشته باشه. هر کانی از نامی خاص برخوردار است. البته کانی رو با فرمول شیمیاییش میشه معرفی بکنیم، ولی خب نامم براش میذاریم برای استفاده و کاربرد راحت‌تر. ولی آنچه که رایج هستش و اغلب فراگیری آن نیست ساده تره استفاده از نام کانی و نه ترکیب شیمیاییش. گفتیم استفاده از نامش سر زبون تره و شناخته تر شده هستش. به عنوان مثال حالیت برای سدیم کلرید استفاده میکنه. NaCl البته استثنای، خیلی ها میشناسه، ولی حالیت میگیم بهش. و کوارتز که خیلی استفاده میکنه از این به بعد ازش، از این نام، برای دیوکسید سیلیسیوم SiO2 میگیم کوارتز هستش. تا کنون حدود 3000 کانی در طبیعت شناخته شده. البته اغلب این کانی ها بسیار نادر هستن. بد نیست بدانیم که از این میان حدود 25 کانی در سنگ های پیوسته زمین فراوان یافت می شود. پس اگه این 25 تا کانی را بشناسیم عملا مهندس زمینشناس خبره خواهیم شد، به نحوی که آنها را کانی های سنگ ساز بهشون میگیم. چرا؟ چون می خواهیم با عموم سنگ ها سر و کار داشته باشیم دیگه و سر و کله بزنیم. برای همین کانی هایی و این 25 کانی که این سنگ ها رو تشکیل دادن برای ما کفایت میکنه. بنابراین 3000 کانی شناسایی کردن به کار ما نخواهد ماند. گفتیم که کانی ها اجسام متبلور هستند. حال بد نیست ببینیم اجسام متبلور کدامند و چه ویژگی هایی دارن که بهش میگیم متبلور. بلور را میتوان جسمی که یک عنصر برای ترکیب شیمیایی میتونه باشه با ساختمان اتمی منظم در نظر گرفت. ساختمان اتمی منظم باید باشه. ساختمان اتمی منظم معمولا ظاهری چند وجهی به بلور میده. مثل هرم‌های ایجاد میشه اون بلورهاش. به عنوان مثال در این مورد میتوان از بلور مکعبی نمک تمام یا NaCl یا حالیت نام ببریم که از قرار گرفتن منظم یون‌های Na در کنار یون Cl به وجود میاد که در شکل اول فصل 3 مشاهده خواهیم کرد. در صورتی که یک بلور نمک تمام را بشکنیم به بلورهای مکعبی کوچکتری تقسیم خواهد شد. پس بلورها سر جاش میمونه، حتی اگه شکسته بشن هر کدوم از این بخشای شکسته شده بازم یک بلور خواهد بود که همان خواص نمک تمام هم باید داشته باشن و دارن. این میشه یک جسم بلوری و اگر ابزار مناسب در اختیار داشته باشیم این عمل را همچنان میتوان ادامه داد.
البته در نهایت به جایی می رسیم که دیگر نمی توانیم بلورها را به مکعبای کوچکتر تقسیم بکنیم. چون واقعا دیگه بلورها خودشون می شکنن. در اینجا حتی اگر بتوانیم بلور را بشکنیم، اجزای حاصل دیگر خواص نمک تمام را نخواهند داشت. یه حدی بخوایم ریزترین شکستگی را انجام بدیم، اجزای حاصل میگه دیگه نمک تمام نیست. این واحد بسیار کوچک که به علت ابعاد بسیار ریزش تنها با ابزارهای ویژه قابل تشخیص است، واحد اولیه یا سلول اولیه بلور نمک تمام هستش. سلول اولیه همه کانی ها مانند نمک تمام مکعبی نیستش. بررسی ها نشان داده است که شکل سلول های اولیه کانی ها از 6 تا حالت کلی خارج نیستش، که تکرار و گسترش آنها در 3 بعد فضایی 6 سیستم تبلور رو ایجاد میکنه. پس گفتیم سیستم های تبلور از بلورها ایجاد میشن، از شکل های اولیه کانی ها ایجاد میشن که اینا اگه تکرار بشن کنار هم دیگه در واقع بلور منسجم و درشت رو ایجاد میکنن، که در این شکل شما دارین مشاهده میکنید آرایش یون ها به چه صورتی است در NaCl. این بوی های سفید درشت در Na هستن و کلور بوی های مشکی کوچیکتر، که هر قسمت ما اینا رو بشکنیم بازم میبینیم که بوی ها به این صورت کنار هم قرار گرفتن و همچین شبکه ای رو ایجاد کرد. آرایش یون ها رو شما دارین مشاهده میکنید در قسمت الف و ب، و در قسمت ب بلور های نمک تمام هم مشخصه و جیم که به صورت یه بلوک مکعبی هم در نظر بگیریم و به این صورت دیده میشن. بلور هر کانی توسط چند سطح مستوی محاط میشه. در محل برخورد سطوح یک بلور به یک دیگر یال های بلور به وجود میآیند و در محل تقاطع یال ها گوشه ها در واقع ساخته میشن که در شکل دوم مشخص است. بررسی ها نشان داده است که زاویه بین سطوح مشابه بلورهای یک کانی مشخص همواره عددی ثابته. پس بلورهای یک کانی به صورت منظم دارن تکرار میشن و به صورت موازی هستن. این ویژگی راهنمای مناسبی در تشخیص بلور کانی های مختلف هستش. عملا کانی ها را از هم تمایز میده. باید توجه داشت که در همه شرایط امکان تشکیل بلورهای بزرگ و کامل کانی فراهم نیستش. از این رو همون گونه که گفته شد در بسیاری از کانی ها شکل و ساختمان بلورین را تنها می توان در زیر میکروسکوپ یا به کمک دستگاه خاص مانند اشعه ایکس تشخیص بدید. چرا؟ چون ساختمان بلورها واقعا در هم تنیده هستن. خیلی از کانی ها را از این طریق ما شناسایی کردیم، فقط از طریق میکروسکوپ شاید نبوده، شاید دستگاه خاصی هم استفاده شده. علاوه بر آن گاه شرط تشکیل بلور به نحوی هستش که تنها نیمی یا بخشی از یک بلور کامل کانی دیده میشه و بقیهش باید حدس بزنیم عملا، یا اینکه به دلیل عملکرد سطوحی که از جهات خاص بلور را برش داده شکل ظاهری بلور با سلول اولیه تفاوت پیدا میکنه. پس عملا کانی ها هم گفتیم از این حدی هم نمیتونیم برش بدیم، هم که برش دادنش شاید عملا شکل کانی رو عوض بکنه، شکل بلورش رو، که باز شکل دوم گویای موضوع خواهد بود. وجود و رشد سطوح جدید در بلور هر کانی حالتی تصادفی ندارد و همواره از قوانین خاص تبعیت میکنه. پس بلورهای این کانی ها برای ما مشخصاتی رو ارائه میکنه. خب شکل بلورین برخی از کانی ها رو داریم مشاهده میکنه. مثلا کانی پیریت بلورش به این صورته. کانی توپاز حالت هرم نامنظم داره. کانی باریت، کانی منیتیت، کانی کلسیت، کانی بریل، اورتوس و اوربلن، آکسینیت، آلبیت و کانی دیگه هم شما دارید مشاهده میکنید که اینا رو با میکروسکوپ یا اشعه ایکس تونستن شناسه رو کنید. جز کانی های اصلی هستش، جز همون دسته 25 تا کانی که اگه بشناسیم عملا خیلی از سنگار میتونیم تشخیص بدیم و کار باشه کافی بکنیم هستن. طبقه بندی میخوایم بکنیم حالا این کانی ها رو. همون گونه که دیدیم کانی ها رو میتونم بر مبنای ساختمانشان، چرا ساختمان؟ اگه گفتیم که بلوری هستش و نامنظم نیست و عملا تصادفی هم نیستش این ساختمان، ولی اساسا ما میتونیم طبقه بندی با شناساییشون بکنیم. روش دیگه برای دسته‌بندی کانی ها استفاده از ترکیب شیمیاییشون هستش، چون بر طبق تعریف هر کانی داره یه ترکیب شیمیایی مشخصه که در اسلایدهای قبلی گفتیم یه ساختمان بلوری و یه ترکیب شیمیایی الان داریم میگیم که منحصر به فرد خودش رو داره و اگر تغییراتی نیز در آن وجود داشته باشد محدود و قابل پیش بینی هستش. امروزه کانی ها را
از روی ترکیب شیمیاییشون به 8 گروه عمده به نام‌های عناصر سولفیدها، اکسیدها، هالیدها که گفتیم، سولفاتها، کربناتها، فسفاتها و سیلیکاتها تقسیم بندی می‌کنن. از 8 گروه عمده به لحاظ ترکیبات شیمیاییشون. در جدول اول از فصل سوم مشخصات هر یک از این گروه‌ها رو آوردیم. جدول یک از فصل سه طبقه بندی کانی‌های سازنده پوسته زمین. یکیش گروه عناصر هستش. عمدتاً از یک عنصر یا معمولاً عنصر خنثی ساخته میشن. از یک عنصر هستش. گرچه نقش کمی در ساختمان پوسته زمین دارن، ولی معمولاً کانی‌های با ارزشی رو اینا گروه عناصر می‌سازن. به صورت فلزی مثل طلا، پلاتین و مس. عناصر گفتیم خالصن دیگه. یا به صورت غیر فلزی مثل گوگرد و گرافیت هستن. و البته امثال این ها دو مدل میتونیم اینجا مثال بزنیم. سولفید ها عناصری هستن که با اس شروع میشن، سولفور. جلای معمولا فلزی، سختی کم، چگالی زیاد و شکل بلورین مشخص از مشخصات مهم این کانیا هستش. عمدتا بر اثر فرایندهای درونی و گاه بیرونی میتونن درست بشن که فرایندهای درونی و بیرونی رو با هم در فصل قبلی صحبت کرده بودیم. از کانی های مهمان پیریت، افیستو که با همین سولفید شروع میشه، که با سولفید تشکیل میشه، گالن و کالکوپیریت، سی یو افیستو میتونیم نام ببریم که از این گروه هستن. گروه بعدی در طبقه بندی های کانی های ما بر اساس فرمول شیمیایی اکسید ها هستن. عناصری که حاوی او هستن یا اکسیژن. حدود 150 کانی که این گروه دارن 17% پوسته زمین رو تشکیل میدن که قسمت اعظم آن مربوط به سیلیسیوم دی اکسید یا SiO2 هستش. اغلب کانی های این گروه در شرایط سطح زمین پایدار هستن و تحت تاثیر هوازدگی قرار نمی گیرن. این کانی ها به طور قابل ملاحظه‌ای سخت هستن. هماتیت Fe2O2، منیتیت Fe3O4، لیمونیت Fe2O3 با یه تعدادی آب تبلور و بوکسیت به فرمول کلی Al2O3 و مقدار آب تبلور متعلق به این گروه هستش. هالیت ها عناصری که کلور یا آی، یود یا اف دارن، شامل نمک های که اسیدی هستن HCl، HF و HI که از میان کلوریت ها فراوان تر هستن. کلوریت ها که سیل داشته باشن تعدادشون بیشتره. کلوریت ها با آسانی در آب حل شده و طعمی شور یا تلخ دارن و سختی آنها کم است. برعکس فلوریت ها از روی سختی زیادشان شناخته می شود. هالیت ها داره ارزش اقتصادی هستن و در صنایع مختلف مصرف می شن. نمک ها هم از این دسته می تونن باشن. مهمترین کانی های این گروه عبارتند از هالیت یا نمک طعام NaCl که به وفور داریم استفاده می کنیم به عنوان نمک خوراکی، سیلوویت یا کاسیل و فلوریت یا CaF2 که کلسیم آهن هستش. سولفات ها عناصری با بنیان SiO4 هستن. نمک های سولفوریک اسید بوده و در طبیعت فراوانند. رنگ روشن، سختی کم و سبکی به استثنای باریت که دست از اون کانیا هستش و ویژگی های آنها میتونه باشه. عمدتا بر اثر فرایندهای بیرونی درست میشن. باریت BaSO4، انیدریت CaSO4 و جیپس که خیلی ازش نام میبریم در ادامه، CaSO4 با دو تا آب تبلور از کانی های این گروه هستن. کربنات ها عناصری با بنیان CO2. این کانی ها نمک های اسید کربونیک هستند و اغلب منشأ بیرونی دارن. بسیاری از آنها مخصوصا کلسی جزء کانی های سنگساز هستند و در طبیعت فراوانن. کاملا یعنی این کلسیت خیلی تو سنگسازی و تو سنگهایی که ساخته شدن به کار رفته و جزی یکی از موارد معروف دسته‌بندی کانی‌های کربنات که اینجا داریم می‌بینید کلسیت یا CaSO3، دولومیت CaMg، CO3 2 و منیزید یا Mg3O3، سیدریت Fe3O3 از کانی‌های این گروه هستند. گروه بعدی فسفات ها از بچه ها عناصری با بنیان PO4 این ترکیب وجود داره داخلشون. این کانی ها
نمک های اسید فسفوریک و منشأ آنها ممکن است درونی یا بیرونی باشد. مشخصات فیزیکی آنها متغیر است. معمولا خیلی سخت نیستند و در اسیدها حل می شود. آپائید یا CLF و فسفورید یا سنگ فسفات Ca5PO4 سه مرتبه از کانی های این گروه می تونند باشند به عنوان مثال. سیلیکات ها یا عناصری با بنیان SiO2 دارای شبکه بلورین متنوع و پیچیده ای هستند سیلیکات ها. لذا می توان آنها را به گروه های فرعی متعددی تقسیمشون بکنید. منشأ این کانی ها عمدتا درونی و ماگمایی هستند. پس بر اساس فرآیندهای درونی شکل گرفته. در طبیعت بسیار فراوان این سیلیکات ها و حدود 87% پوسته زمین رو تشکیل دادن که سیلیسیوم شنیدید دیگه عامل و اساس پوسته زمین، یعنی بیس پوسته زمین از سیلیسیوم تشکیل شده که سیلیکات ها یا SiO2 بنیانش میتونه باشه. خود سیلیسیوم رو در بورد های الکترونیکی استفاده میکنن به عنوان ماده هستش که سایش پذیریش هم پایینه و ساینده هستش، تو ذهنتون باشه. در ساختمان انواع سنگ های آذری، دگرگون و رسوبی این سیلیکات ها نقش عمده ای دارن. چرا؟ چون بیشتر پوسته زمین ها از همین سیلیکات هاست دیگه. پس در انواع سنگ ها میتونیم اینا رو مشاهده بکنیم. کانی های روسی، گروهی از کانی ها هستن که برخی از آنها جز سیلیکات ها و برخی جز گروه های دیگرن. کلیه کانی های روسی در سطح زمین و بر اثر فرایند هوازدگی درست می شوند. کانی های روسی به صورت پولک های بسیار ریزند و با آب حالت خمیری پیدا می کنند. کاولینیت، مونت موریونیت و ایلیت که کانی های روسی هستند در درس در واقع مکانیک خاک فصول اولیه اینا رو می خونن که هر کدوم یه جذب آبی دارن، جذب آب سطحی دارن، هر کدوم یه خاصیت آماس کنندگی و تورم پذیری رو دارن که اینا همشون روسای سیلیکاتی هستند. در مقابل گیبسید و بوهومید از انواع روسهای غیر سیلیکاتی هستند. پس ما میتونیم این 5 نوع کانی روسی رو در طبیعت داشته باشیم. کانی های سیلیکاتی، بیشتر کانی های سنگساز و به زبانی قسمت اعظم پوست زمین را کانی های سیلیکاتی تشکیل داده است. این کانی ها را به علت اهمیت ویژه‌شان با دقت بیشتری مورد بررسی قرار میدیم. چرا؟ چون پوسته زمین گفت 87% از کانی های سیلیکاتی تشکیل شده. پس اگه این دسته رو بشناسی عملا انگار به عنوان یک زمینشناس خبره سطح زمین رو میشناسی. قسمت اعظم سنگ های سازنده پوسته زمین از سرد شدن مواد مذاب درونی یا همون ماگماها که سنگ هایی بودن که در حرارت های بالا ذوب شده بودن درست شدن. بررسی موادی که گاه توسط آتش فشان ها به سطح زمین میرسن نشان میدهد که ماگماها معمولا ترکیبات سیلیکاتی به همراه مقادیری اکسیدهای فلزی، بخارا و مواد فرار هستن. پس ماگماها چرا بعدن سنگایی که از ماگما تشکیل میشه سنگای سیلیکاتی میشن؟ برای اینکه ماگما از سیلیکات تشکیل شده به همراه اکسید فلزی، بخارا و مواد فرار. چون ترکیب ماگماهای مختلف بسیار متفاوته، آنها را از روی مقدار سیلیسشان به انواع اسیدی SiO2 زیاد، اسیدی زیاد، حد وسط، بازی، اسیدی و بازی و بسیار بازی SiO2 کم طبقه بندی میکنند. پس SiO2 کلا بنیانیه که اسیدی هستش. به دلیل متفاوت بودن جنس ماگماها، کانیها و در نتیجه سنگها، چون از اینها تشکیل میشه سنگها دیگه بعد از که سرد میشن که از آنها حاصل میشود، نیز بسیار متنوع. سنگها هم به دلیل متفاوت بودن جنس ماگما و کانیهایی که الان گفتیم سنگ هم متفاوت میتونه باشه. برای همینه که طبقه بندی سنگها احداث شده و ایجاد شده. از طرفی در یک ماگمای واحد، شما یک ماگما رو در نظر بگیرید، در حال سرد شدن و انجماد بسته به دمای سرد شدن، بسته به مدت زمان سری بودن، کند بودن سرد شدن، در دماهای گوناگون کانیهای متفاوتی تشکیل میشه. جدا شدن و تبلور کانیهای مختلف از ماگما از نظم خاصی به نحو زیر تبعیت میکنه که خدمتتون ارائه میکنه. من بگیم که کانیها چجوری متبلور میشن از ماگما. در ماگما در حال سرد شدن به تدریج یونهای کوچک و پرظرفیت سیلیسیوم ظرفیت بالایی دارن برای واکنش با یون اکسیژن پیوند پیدا میکنن. گفتیم SiO رو میده دیگه.
که حالا SiO2 SiO4، و به این ترتیب مجموعه های آنیونی با 4 تا بار منفی کاتیونی و آنیونی داشتیم دیگه، با 4 بار منفی میشه آنیونی درست میکنه. سیلیسیوم با عدد اتمی 14 داره 4 الکترونه. این مقدار الکترون در نیمه را دو مقدار پایدار الکترون در اتم یعنی 10 و 18 است. یکی از راه‌هایی که اتم سیلیسیوم میتواند به تعداد پایداری الکترون برسه به اشتراک گذاردن 4 الکترون با اتم‌های دیگه هستش که همین مجموعه آنیونی تشکیل میشه با این فرایند، و این حالتی است که معمولا با اکسیژن اتفاق میفته. به این ترتیب یک ساختمان چهار وجهی که سیلیسیوم در مرکز آن و اکسیژن ها در 4 گوشه در این چهار وجه قرار دارن ساخته میشه که در شکل بعدی مشاهدهش میکنه، شکل سوم. از طرف دیگه اکسیژن با عدد اتمی 8 باید 2 الکترون بگیره و از نظر تعداد الکترون به حالت پایدار برسه. 1s2، 2s2، 2p6، اینا مجموعشون باید بشه 10. حالا اگه 8 تا داره 2 تا باید بگیره. در اینجا هر اکسیژن یک الکترون را در 4 وجهی که با سیلیسیوم به اشتراک گذارده در نتیجه الکترون دوم اکسیژن در نتیجه الکترون دوم اکسیژن میتوان با سیلیسیوم یک 4 وجهی دیگر یا با یک عنصر که معمولا فلزیه یا عنصر دیگه اشتراک بذاره. الان شما دارین مشاهده میکنید شکل 3s3 واحد بنیادی سیلیکات ها که به طور اختصار به صورت 4 وجهی نشان داده میشن، که سیلیکات ها به این صورت Si میاد وسط، سه بودی هستن به صورت هرم با 4 تا اکسیژن در این 4 تا گوشه در واقع واکنش میده که این واحد ها به این صورت کنار هم قرار میگیرن. در اولین مراحل سرد شدن ماگما 4 وجهی ها یعنی واحد های آنیونی که تو اسلاید قبلی گفتیم که SiO4 بودن، حالت یه هرم رو داشتن، Si تو یه رسی بود و یا تو مرکز میتونیم بگیم بود و با 4 تا اکسیژن واکنش میداد، یه واحد آنیونی میساخت، توسط کاتیون منیزیم و آهن به هم متصل میشه. یعنی این واحد که آنیونیه دنبال یک کاتیون میگرده که حالا منیزیم و آهن اگه خاطرتون باشه ما گفتیم یه سری سیلیکات ها بهشون یه سری فلز اضافه میشه و یه سری مواد فرار. این فلزایی که اضافه میشه این کاتیون هایی هستش که اینجا آوردیم و گروهی از کانیون های سیلیکاتی به نام سیلیکات های جزیره ای رو میسازن. این کانیون ها پس از تبلور به علت وزن مخصوص بیشتری که نسبت ماگما دارن به تدریج در کف ماگما جمع میشن. یعنی ماگما مقدار سیلیسیوم هایی هستش، اکسیژن داره، یه سری فلز داره و بقیه مواد فرار، مواد زائد. خب این مواد که ما واکنش میدن تهنشین میشن و بقیه مواد ماگما بالا میمونه، از اینا میشن سنگ در آخر. مثالی در این مورد کانی بالیوین هستش که تو جدول دوم مشاهده خواهیم کرد. بر اثر تشکیل و جدا شدن کانی های فوق مقدار یون های اکسیژن در محیط کاهش پیدا میکنه به نحوی که نمیتواند با سیلیسیوم که 4 وجهی هسته 4 وجهی مستقلی تشکیل بده. در نتیجه 4 وجهی ها در دو گوشه به هم متصل میشن و به این ترتیب زنجیری از 4 وجهی ها درست میشه. خب پس در اسلاید قبلی ما گفتیم سیلیکات های در واقع جزیره ای که صفحه صفحه بودن و به صورت دو بعدی پخش میشدن، اینجا ما داریم میگیم که به علت اینکه مقدار یون اکسیژن کم میشه در آخر سیلیکات ها میشن سیلیکات هایی به صورت زنجیروار. در اینجا نیز این مجموعه توسط کاتیون آهن و منیزیم موجود در ماگما اشباع میشه و آخرین اتفاقی که میفته بعد از سرد شدن سیلیکات های زنجیری تشکیل میشه. پس این تفاوتش. گروهی از کانی ها که ساختمان این چنین دارن پروکسن نامیده میشن که شکل چهارم گویای موضوع هست. اوژید، دیوبسید و آنستاتید کانی هایی از گروه پیروکسن ها هستند. آمفیبول ها گروه دیگری از کانی ها هستند که دارای زنجیر مضاعف هستند. اورنبولد، ترمولیت و گلوکوفان از کانی های گروه آمفیبول هستند که در جدول دوم مشاهده خواهیم کرد. خب در این شکل داریم مشاهده میکنیم انواع اقسام صحبت هایی که کرده بودیم رو. ساختمان انواع کانی های سیلیکاتی، الف چهار وجهی منفرد هستش که توضیح دادیم که این سیلیسیوم 4 تا اکسیژن هم دورش هستش. ب چهار وجهی های مضاعف که یک اکسیژن در اینجا به اشتراک گذاشتن، این نقطه مشکی هم داریم مشاهده میکنیم سیلیسیوم
که Si2O7 میشن. هر Si 4 تا اکسیژن داره، دو تا Si باید 8 تا اکسیژن داشته باشه. چرا 7؟ برای که یه دونش مشترک. جیم حلقه متشکل از 4 وچی که Si6O18 که سری اکسیژناشو به اشتراک گذاشتن دیگه. یعنی این 6 تا باید 24 تا اکسیژن داشته باشه، چون 6 تاش مشترکه میشه 18 تا اکسیژن. دال زنجیر منفرده Si2O6 در اینجا مشاهده میکنه، چون دوتا اکسیژنش رو اشتراک میذاره، برای همین دوتا اکسیژن ازش تو هر دو کم میشه. زنجیر مضاعف Si4O11 که ه هستش. و واو آخرین ورقه ای از چهار بچی ها که از سه گوش به هم چسبیدن، یه گوش یه گوش یه گوش، که Si2O5 میشن این نوع از چهار بچی ها. بر اثر کاهش تدریجی یون اکسیژن در محیط و کاهش دمای ماگما، چهار بچی ها در سه گوشه به هم میچسبند و به این ترتیب ورقه ای از چهار بچی ها درست میشوند که پس از اشباع توسط کاتیون ها سیلیکات های ورقه ای تشکیل میشه. سیلیکات های ورقه ای هم یه بار دیگه توضیحش رو اینجا آوردیم، تو اسلایت های قبلی هم سیلیکات ورقه ای گفتیم که سیلیکات میتونه زنجیره ای باشه، سیلیکات جزیره ای، سیلیکات ورقه ای هم به این صورت تمایزش میتونه باشه. کانی های گروه میکا جزء این دسته، میکا هم خیلی در آینده میشتن، که از آن میان میتوان بیوتیت، موسکوویت و فلوگوپیت و سیریسید و پیروفیلیت را نام برد. این گونه کانی ها چنان که بیشتر ذکر شد حالتی ورقه ای دارن. کانی های ورقه ای که میکا یه دون از این سیلیکات های ورقه ای معروف هستش بچه. در شرایطی که مقدار اکسیژن در محیط بسیار کم شود، چهار بچی ها از چهار رس، از چهار تا رس خود به چهار بچی های دیگری میچسبند. تمام این نحوه شکل‌گیری بستگی به محل تشکیل، بستگی به مقدار اکسیژن داره. اگه اکسیژن کم باشه خب اکسیژن ها رو به اشتراک میذارن، اکسیژن مجبور بچسبه به چند تا سیلیسیوم و به این ترتیب شبکه سه‌بعدی و متراکم از چهار بچی وجود میاد که بنیان فرمولی آن SiO2 هستش و کانی کوارتز که مهمترین عضو این گروه هستش از سیلیکات ها تشکیل میشه به وجود میاد. پس اگه تمام چهار تا اکسیژن چهار وچی با چهار وچی های کناری به اشتراک گذاشته بشه، ما میبینیم ما شاهد تشکیل کوارتز هستیم. سختی بسیار بسیار بالایی داره، قدرت سایش پذیری بسیار کمی داره و خط اندازی بالایی رو میتونیم ازش انتظار داشته باشیم به لحاظ اینکه سایش پذیریش پایینه. و مهمترین کانی هستش که ما میتونیم از دسته سیلیکات ها برای شما اشاره بکنیم بهش. در مراحلی از سرد شدن ماگما، گاه به همراه کم شدن اکسیژن در محیط، سیلیسیوم هم کم میشه. یعنی فقط اکسیژن نیست که تو این مراحل ما داشتیم میگفتیم اکسیژن کم میشد، یکی دو تا سه تا چهار تا اکسیژن ها رو به اشتراک میذاشتن و اقسام سیلیکات ها رو تشکیل میدادن، زنجیره‌ای، ورقی، جزیره‌ای یا این مدل که تو اسلاید قبلی گفتیم. در اینجاست که در شبکه بلورین کانی به جای سیلیسیوم آلومینیوم جایگزین میشه که با Na، Ca یا Ca اشباع میشه. در جای اگه سیلیسیوم کم باشه، آلومینیوم میتونه جایگزینش بشه. به این ترتیب گروه بزرگی از سیلیکات های آلومینیوم داره، جاهایی که هم سیلیسیوم داریم ولی چون سیلیسیوم کم بوده آلومینیوم اومده همکاری کرده و عملاً ما میبینیم که سیلیکات های آلومینیومی، یعنی هم سیلیکات هم آلومینیوم رو داریم که میتونیم اونها رو تحت نام فلسپات ها بشناسیم. فلسپات هم خیلی معروفه، جلوتر ببینیم کجاها به کارمون میاد. الان من دارم بیسیک رو درس میدم به شما دوستان. خواهشی که ازتون دارم اینه که این نکات رو حتما یادداشت بفرمایید. اینایی که دارم تاکید میکنم، مثلا سیلیکات ها ما خیلی چرتر باش کار داریم. از اونجایی که گفتم 87 درصد پوست زمین سیلیکات ها و سیلیسیوم هستش، پس خیلی مهمه انقدر امروز تاکید میکنم. اما با اصلا سیلیکات ها رو اینجا ارائه کردم. حالا 5 تا سیلیکات ما گفتیم. اینا رو اگه یادداشت برداری بکنید، جلوتر دیگه وقتی میخوایم بریم وارد مراحل پیچیده تر بشیم، شما مطمئنن با یه بیس خیلی خوب و یه اطلاعات جامع وارد میشین و اونا رو متوجه میشین. فلسپات ها فراوان ترین سیلیکات ها هستن و از نظر وزنی 50 درصد پوست زمین را تشکیل میدن. برای اینکه همیشه که ما سیلیسیوم همه جا نداریم، که اکسیژن هم زیاد بشه سیلیسیوم شاید زیاد نباشه، آلومینیوم که بیاد کنار سیلیسیوم فلسپات میشه. خیلی وقتا آلومینیوم ما زیاد داریم. فصل قبلی اگه خاطرتون باشه پروفیل موادی که سطح زمین تشکیل آلومینیوم هم جزش بود.
فلسفات ها رو به انواع پوتاسیوم دار، پوتاسیوم و سودیوم دار و کلسیوم و سودیوم دار یا فلاجیو کسلاز تقسیم می کنند. کانی های معروف هر یک از این گروه ها عبارتند از سانیدین، پروتوز و میکروکیلین و پلازیو کلاس ها که آلبیت هم میتونوشن و آنورتیت. کانی های سیلیکاتی گروه فرعی دیگه هم میتونیم داشته باشیم. که حالا اینها خیلی اصطلاحات محضی میشن. ما اینا رو خیلی شاید تو مهندسی باهاش سر و کار نداشته باشیم، خیلی نیاز نداشته باشیم، ولی خب نیازه که یه بار با اینا برخورد داشته باشیم، بدونیم که فلزات چند دسته میتونه داشته باشه، از چه کاتیون هایی میتونه تشکیل بشه و اگه تشکیل بشه چه اسمایی میتونه به خودش بگیره. اینا اسمایی که محققین در کشورهای دیگه روی این کانی ها گذاشتن، برای همین اسمایی که این مقدار ناماشنا نیستن. همان گونه که دیدیم در خلال سرد شدن ماگما به تدریج کانی های مختلفی به وجود میاد. این کانی ها که ممکن است از ماگمای مذاب یا بخش آبگون و گازهای همراه ماگما درست شده باشند به نام کانی های اولیه موسوم هستند. این کانی ها ممکن است بعدها و بر اثر تغییر در شرایط محیط به کانی های جدید یا کانی های ثانویه تبدیل بشن. خب پس ما اول از سرد شدن ماگما کانی اولیه رو به دست میاریم، بعدن اگه شرط محیط عوض شد فشار و حرارت کانی ثانویه هم اینا میتونن تبدیل بشن. از آن جمله میتونیم قرار گرفتن ثانویه کانی ها در مجاورت دما و فشار و حکمفرما در بخش های درون پوسته زمین رو اشاره بکنیم که گفتیم. در اینجا بدون آنکه عمل ذوب صورت بگیره در ترکیب و ساختمان کانی اولیه تغییراتی ایجاد میشه. پس ذوب نمیشه، تغییرات ایجاد میشه، حالت دگرگونی پیدا میکنه و گروهی از کانی های ثانویه رو که اینجوری میشن بهش میگن کانی های دگرگون. گرونا، کردیریت، آندالوزی، تالک معروفه و گرافیت بسیار معروف از کانی های دگرگون هستن. حالا همین کانی ها، همین گرافیت کانی ثانویه است. بره دوباره تحت حرارت و فشارهای زیاد قرار بگیره میشه الماس یا یه شبکه از کربن بسیار مستحکم. گرافیت یه مقدار لایه لایه هستش. اگر به دلایلی کانی ها که در شرایط فشار و دمای اعماق زمین تشکیل شدن در سطح زمین قرار گیرند، در اثر عواملی مانند هوازدگی تجزیه شده و تغییر شکل پیدا می کنند و به این ترتیب گروه جدیدی از کانی ها به نام کانی های رسوبی ایجاد می شود که در شرایط حکم فرما در سطح زمین پایدار هستند. بوکسیت، نمک تعام و ژیپس از این گروه میتونن باشن. حالا که ما مفهوم کانی و ساختمان و نحوه تشکیلش آشنا شدیم، باید ببینیم چگونه میتوان از این اطلاعات و برخی ویژگی‌های دیگه در شناسایی عملی کانی‌های مختلف استفاده بکنیم. حالا اینکه فقط ما اینجا کلی توضیح بدیم به درد نمیخوره، باید بریم ببینیم چجوری میتونیم به صورت عملی به عنوان یک مهندس با زمین برخورد کنیم، کانی ها رو چجوری بشناسیم، مثلا راه شناساییشون چی هست. ما نمیتونیمش کتاب دستمون بگیریم عکس رو با عکس کتاب مقایسه بکنیم، خیلی وقت باید شمع مهندسی ما پیدا بکنیم. این مطالب نیازه بچه‌ها هم اول با هم کار بکنیم، بعدن شما مقدار آروم گرم بشیم بریم جلوتر، ذهنتون آماده بشه تا به مطالبی برسیم که واقعا کاربردیه. گروه‌های اصلی کانی‌های سیلیکاتی. یک کانی سیلیکاتی جزیره‌ای چهاربچه منفرد ما گفتیم داریم. بنیان یونیش SiO4 4 بار منفیه، نسبت Si به O4ش 1 به 4ه. گفتیم یه دونه Si تو وسط، 4 تا هم توی رأسای هرم وجود داره. اکسیژن مشترک گفتیم نداره، اکسیژن به میزان کافی هست و اکسیژن مشترک نیاز نداره. گروه کانی میشه آلیوی. مثلا آلیوین SiO4 چی میتونه باشه؟ FeMg میتونه با SiO4 ترکیب بشه به عنوان یک فلز کاتیونی. یا گروسولر Ca3Al2 میتونه با SiO4 سه مرتبه ترکیب بشه. آلماندن Fe3Al2 با SiO4 سه مرتبه میتونه ترکیب بشه. چهار بچی های مضاعف Si2O7 6 تا یون منفی، Si به OH 1/7 و اکسیژن مشترک یه دونه داره دیگه. چرا میگیم یه دونه؟ چون این هفته یعنی اکسیژن، این یکی یعنی سیلیسیوم و باید 8 باشه. حالا به علت یه دونه مشترک 7 میشه. گروه کانیش اپیدوت میتونه باشه اسمش. سیلیکات های حلقوی Si6O18 12 تا یون منفی اضافی، 1:3 نسبت Si به O هستش و اکسیژن مشترکی که دارن، دوتا اکسیژنه که به اشتراک میذارن این چهار بچی‌ها. تورمالین
میتونه اسم گروه این کانی ها باشه. بعدی سیلیکات های زنجیری است که خدمتون اشاره کردیم. زنجیر منفرد که به صورت زنجیروار به هم پیوسته بودن. SiO3 دوباره منفی، SiBO 1:3، دو تا اکسیژن داره که با هم مشترکن، به اشتراک میذارن. پروکسن ها نام گروه کانی میتونه باشه. دیوپسید که Si2O6 میاد با Ca و Mg ترکیب میشه. آنستاتیت Fe و Mg با SiO3 ترکیب میشه. اوژیت یکی دیگه از این نام ها میتونه باشه و این کانی ها. CaNaAlMg میتونه با SiAl2O6 ترکیب بشه هر کدوم این کاتیون ها. آژیرین که میبینید 3 بار مثبت داره میتونه بیاد با Si2O6 ترکیب بشه. NaFe. زنجیر مضاعف Si4O11 که نسبت SiBO 4:11، 2 یا 3 تا اکسیژن مشترک میتونن داشته باشن. آمفیبول ها اسم این گروه کانی میتونه باشه. گلوکوفان که Na2Mg3 Al2O22 با اوهاش با 2 تا دونه ایون اوهاش میتونه به تعادل برسه. آکتیونولیت Ca2Fe5SiHO22 و 2 تا دونه ایون اوهاش منفی میتونه به تعادل برسونه. جز این سیلیکات های زنجیره مضاعفه. و بعدی Mg7SiHOH2 نوع دیگه استش و بقیه مواره. سیلیکات ورقه‌ای هم ما میتونیم داشته باشیم که گفتیم Si2O5 که نسبت Si به Oش با توجه به اینکه تو فرمول داریم مشاهده میکنیم 2:5 هستش. چند تا اکسیژن مشترک داره؟ 3 تا. نام این دسته میکا. موسکوویت یکی از این نوع از کانی ها هستش که KAl2 همراهه AlSiCO10 که آل اومده به این چسبیده و این به عنوان کاتیون و آنیون اومده ترکیب شده باش. 2 تا اوهاش منفی آنیونی. بیوتیت KFE یا Mg3 AlSiCO10 اینجا رو مشاهده میکنید دوستان اوهاش 2 تا. و پیروفیلیت AL2 KSiCAL10 و 2 تا اوهاش منفی. حالا میگم حفظ کردن اینا مهم نیست، شما این گروه ها رو بهتر باید تو ذهنتون مثلا میگیم میکا شامل سیلیکات ورقه‌ایه، این دیگه تو علم زمین شناسی باید به صورت پایه‌ای دانشجو بلد باشن. مثلا مهم من اشاره میکنم و عملا به کار میام. سیلیکات داربستی ما داریم SiO2 1:2 نسبت سیلیسیوم به اکسیژنش، 4 تا اشتراک اکسیژن میتونن داشته باشن که گفتیم از همه جهات اینا به هم وصل میشن، 4 تا دونه اکسیژنش با هم ترکیب میشن و به اشتراک گذاشته میشن. کوارتز رو نام بردیم که گفتیم خیلی سخت و معروفه با مقاومت بالا یا SiO2. جانشینی آلومینیوم به جای سیلیسیوم هم داشتیم، گفتیم فلزات های آلومینیوم یا فلزات قلیایی که Si3AlO8 با یه بار منفیه. سانیدین یک کدوم از این گروه ها هستش. NAK Si3AlO6. آرتوز KSi2AlO8 و میکروکلین KSi3AlO8 میتونه باشه که بقیهش هم به همین صورت دیگه. حالا آلومینیوم باز میاد به این صورت دیگه جانشینه، میتونه کنار سیلیسیوم بیاد جانشین سیلیسیوم بشه. به این صورت شما دارید مشاهده میکنید که اسمای دیگه مثل پلاژیو کلاس ها یا فلدسپاتوئید ها هم میتونه باشه با فرمولایی که هر دسته برای خودشون یه زیر بخشی دارن و دارید مشاهده میکنید اینجا. شناسایی کانی ها الان یه مقدار گیج کننده شد درسمون دیگه، ما میخوایم یه مقدار شیرینش بکنیم. خب ما از کجا این کانی ها رو بشناسیم؟ اینا رو یه عده دستبندی کردن، تست کردن، آزمایش کردن، دستبندیشون کردن تو جدول های خاصی، خودشون میدونن. اینکه ما چجوری بخوایم یاد بگیریم و آموزش کامل باشه و از ایسیک ما شروع بکنیم بریم کانی شناسی هم یاد بدیم به چه صورتی میخواد باشه ما توضیح میده خدمت. تشخیص سنگ های سازنده پوست زمین نیاز به شناسایی اجزای تشکیل دهنده داره، یعنی کانی. خوشبختانه تعداد کانی های سنگ ساز معروف، اگه خاطرتون باشه گفتیم 25 تا از 3000 کانی 25 تا سنگ ساز هستن، پس خیلی کار ما به عنوان مهندس زمین شناس راحت شد. علاوه بر آن رابطه نزدیکی بین خواص فیزیکی ظاهری کانی با ترکیب شیمیایی مشخصات بلورشناسیش وجود داره. پس اگه کمی تمرین بکنیم میتونم با استفاده از گونه خواص که تعیین آنها معمولا نیاز به ابزارهای پیچیده ندارد نام کانی رو به سهولت در روی زمین تعیین بکنیم.
از این 25 تا هم که گفتیم خیلی هاشون مثل همه، خیلی هاشون از شکلشون به اسم و ترکیبشون میشه پی برد، خیلی هاشون ورقه بودنشون مشخصه. پس کار برای ما راحت شد، فقط اینکه ما باید تو ذهنمون دسته‌بندی مناسبی داشته باشیم. این کانی شناسی ها رو باید درست یاد بگیریم و اصولی.